خب رسیده بودیم جلسه شاهنامه رو، رسیده بودیم به اون لحظه ای که رستم تصمیم گرفت خودش بره پیش کاووس و نوشدارو بگیره، و در این راه رفتن بود که یک نفر آمد و گفت پسرت مرد، و پدر جست و برزد یکی با سرد باد، به نالید و مژگان به هم برنا، خبر مرگ سهراب رو بهش داد. پیاده شد از اسب رستم چو باد، به جای کله خاک بر سر نهاد. همی گفت زار این نبرد جوان، سرافراز و از تخمه پهلوان. نبیند چو تو نیز خورشید و ماه، نه خود و نه جوشن نه تخت و کلاه. من عرض کردم اینجا نیز یعنی دیگر، و خورشید و خود و جوشن و تخت و کلاه دیگر چون تو را نخواهد دید. کرا آمد این پیش کامد مرا، بکشتم جوانی به پیران سرا. نبیره جهاندار سام سوار، سوی مادر از تخمه نامدار. بریدند و دستم سزاوار هست، جز از خاک تیره مبادم نشست. اینها رو خوندیم هفته پیش. چه گوید چو آگه شود مادرش، چگونه فرستم کسی را برش. چه گویم چرا کشتمش بیگناه، چرا روز کردم بر او بر سیاه. پدر من گرانمایه پهلوان، چه گوید مرا باز پور جوان. من اینجا عرض کردم که باز پور جوان به معنی با قصه پور جوان یا با داستان مصیبت پور جوان معنی میده، و در مورد بازم هم دو تا مثال اگه یادتون باشه براتون خوندم. و به اصطلاح این وقتی که حالا میگه که با مادرش چه بکنم، با پدر خودم چه بکنم، این خبر رو چجوری بدم، در ادامه میگه بر این تخم، یعنی رستم میگه، میگه بر این تخمه سام نفرین کنند، یعنی این کسانی که من میخوام این خبر رو بهشون بدم، همه نام من پیر بیدین کنند. که دانست که این کودک ارجمند، بدین سال گردد چو سرو بلند. خودش رو در واقع توجیه میکنه، یا عمل خودش رو توجیه میکنه، من چجوری میتونستم باور کنم که این پسر من هست وقتی که در این سن چنین برومند شده. به جنگ آیدش رای و ساز سپاه، به من برکند روز روشن سیاه. بفرمود تا دیبه خسروان، بگسترد بر روی پور جوان. همی آرزو گاه و شهر آمدش، یکی تنگ تابوت بهر آمدش. و دستور داد که روی او رو با دیبا بپوشونن، و گفت که سهراب آرزو گاه و شهر آمدش، یعنی برای گرفتن شهرها و برای به دست آوردن تخت حرکت کرد، یکی تنگ تابوت بهر آمدش. از آن دشت بردند تابوت اوی، سوی خیمه خیش بنهاد روی. به پرد سرای آتش اندر زدند، همه لشکرش خاک بر سر زدند. همان خیمه دیبه از رنگ رنگ، همان تخت و پرمای زین پلنگ. بر آتش نهادند و برخاست او، همی گفت زار ای جهاندار نو. همی ریخت خون و همی شاند خاک، همه جامعه خسروی کرد چاک. همی شاند خاک یعنی همی افشاند خاک. و یه جا منوچهر دامغانی میگه جبرئیل آید و خاکش به دهن در شاند، یعنی در افشاند. و شاندن به معنی هم مخفف نشاندن هست، هم مخفف افشاندن هست. و اینجا به معنی افشاندن هست که میگه همی ریخت خون و همی شاند خاک، خاک باشید رو خودش، همه جامعه خسروی کرد چاک. یه نکته ای که در این ابیات هست و رازش بر ما آشکار نمیشه این هست که چرا رفتن و خیمگاه رو آتیش زدن.
یعنی در واقع رستم به نظر میرسه که خیمگاه خودش رو، زین پلنگ رو و اسباب و وسایل سپاه خود رو میره و آتش میزنه. یکی از به اصطلاح مضمون‌های خیلی رایج تو شعر فارسی این حالت به اصطلاح آتش گرفتن از فراقه. سینه ام ز آتش دل در غم جانانه بسوخت، مال حافظ. آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت، تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. که این بیت معروف حافظ هم در همین غزل هست که ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. و اتفاقا من از همین بیت حافظ هم میخوام گریز بزنم به مسئله خرقه سوختن و بگم که خرقه سوختن هم یه چیزی شبیه همین هست که در واقع ما الان داریم میبینیم. درسته که حالا در ادبیات عرفانی ما داستان سوختن خرقه که من قدیمی ترین جایی که دیدم در مورد پیراهن هست، سوختن پیراهن هست در تذکرة الاولیاء عطار. این داستان هم باز خودش از همین یه مقدار شبیه این قضیه ترک کردن و جدا شدن از یه مرحله‌ای و انگار آتش به همه چیز زدن و یک بار رها کردن. درسته که حالا برای صوفیان یه مقداری نماد ترک تعلق داشته و نماد سوزوندن هرچی که ما رو به خودش مغرور میکنه و ما رو به خودش وابسته میکنه و اینها پیدا کرده، ولی به نظرم اینها بونشون یکیه. یعنی از اینجا نشأت میگیره که انگار یک سری فراق‌ها اینها هیچ وقت و با هیچ چیزی درست نمیشن الا با داغ. و گفتند آخر الدواءون لا، آخر الدواءون کی، کی یعنی داغ. میگه که داروی آخر داغه، آخرین دارو داغه. هیچ وقت وقتی یکی خوب نمیشه، یه چیزی درست نمیشه، باید سوزوندتش. و من فکر میکنم که این به اصطلاح از اینجا نشأت میگیره، این که در واقع آتش میرن میزنن به بنه خودشون به خاطری که دیگه هیچ فایده نداره. انگار که این فراقی الان اتفاق افتاده بین رستم و سهراب که هیچی غیر از این که آدم آتش در وجودش بیفته، آتش در خانمانش بیفته، آتش در دلش بیفته، این رو تسکین نمیده. شاید یک چنین جنبه نمادینی داشته باشه. آنچه که به نظر من در مورد آتش زدن خیمه های کربلا هم به این قصه بساتراجی که آشورا اضافه شده، باز دوباره اگرچه اونجا اون آتش سوزی آنچنان که روایت میکنن ده به اصطلاح توسط دشمن انجام میشه، یعنی دشمن میاد به قصد غارت، وقتی که امام حسین کشته میشه میاد به قصد غارت و به اصطلاح امام سجاد مریض بوده، خیلی خیلی مریض بوده، نوجوان مریضی بوده، بقیه هم همه زن و کودک بودن، اینها میان به قصد چیز، به قصد تاراج و اینها، و اونها خیمه ها رو آتش میزنن. ولی من فکر میکنم که باز دوباره اونجا هم در واقع آتش گرفتن خیمه باز دوباره مقداری نمادینه، این اینی که مثلا حالا به محض اینکه امام حسین کشته میشه یک دفعه میبینیم که آتش در خیمگاه میفته و انگار این خیلی تأثیر داشته رو روح ایرانیان، روی حالت عزاداری ایرانیان و اینکه احساس بکنن که هیچ چیزی دیگه تسکین نمیده این قصه رو مگر آتش. به هر حال میگه بر آتش نهادند و برخاست او یعنی فریاد. همی گفت زار جهاندار نو، همی ریخت خون و همی شاند خاک،
همه جامعه خسروی کرد چاک، همه پهلوانان کاووس شاه نشستند بر خاک با او به راه. زبان بزرگان پر از پند بود، تهمتن به درد از در بند بود. خب بند و پند ظاهرن یک کلمه هستن و دوستی که دوتا معنی میدن، اینجا مخصوصا کاملا دوتا معنی میدن. یه معنیش این که در واقع اینجا بند احیانا احتمال زیاد به معنی زنجیره. تهمتن به درد از در بند بود، یعنی از شدت درد شایسته این بود، از در یعنی لایق، شایسته این بود که زنجیرش بکنن و در واقع داشت دیوانه میشد. زبان بزرگان پر از پند بود، همه نصیحتش میکردن، تهمتن به درد از در بند بود، داشت دیوانه میشد. چنین است کردار چرخ بلند، به دستی کلاه و به دیگر کمند. اینجا شروع میکنه فردوسی یک پرسونوفیکیشن یا تشخیص به اصطلاح پیافکندن، و بعد این تشخیص یا پرسونوفیکیشن رو رها میکنه و دوباره چند بیت بعد این صنعت به درد میخوره. اونجا این چرخ بلند رو داره فردوسی به صورت یک به اصطلاح رب و نوع میبینه، به صورت یک خدای انسانواره میبینه. میگه چنین است کردار چرخ بلند، میگه این چرخ بلند، این آسمان ها، این افلاک مثل یک رب و نوعی، مثل یک خدای انسانوارهی، به دستی کلاه و به دیگر کمند. یه دستش که کلاهیه، تاج افتخاریه، و یه دستش هم کمندیه که آدم ها رو به بند میکشه. حالا ببینیم این به اصطلاح رب و نوع چه کار میکنه. چون شادان نشیند کسی با کلاه، به خم کمندش رو باید زگاه. چرا مهر باید همی بر جهان، به باید خرامید با همراهان. این به نظر من به باید خرامید با همراهان یعنی این که باید خوش بود، باید وقت رو محترم شمرد، باید دوستی ها رو به اصطلاح عزیز و محترم شمرد، فرصت ها رو باید محترم شمرد. وقتی که چرخ اینجوریه که یک کمندی به یه دستشه، یک کلاهی هم به یه دستشه، به محض این که اون کلاه رو به کسی میده و اون بر تخت می نشینه و شروع میکنه سروری آغاز کردن، با اون کمندش میاد و انسان رو میگیره و از تخت فرو میاره. میگه وقتی چنینه، وقتی ما زیر قدرت قهار چنین خدای بدجنسی هستیم که نمیگذاره ما آسایش کلاه رو تجربه کنیم، میگه چرا مهر باید همی بر جهان، چرا باید به این چرخ مهر ورزید، به این دنیا تعلق خاطر داشت، بباید خرامید با همراهان. حالا این بباید خرامید با همراهان رو میتونیم بگیریم به معنی این که باید رفت، به معنی این که باید مرد، باید قبول کرد که ما رفتنیم. ولی من این اینجوری نمیفهمم. من به نظرم همونجوری که خودم گفتم اول میفهمم که باید خوش بود، باید وقت دوستی ها رو غنیمت شما. چون اندیشه گنج گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. حالا اگه این کار نکنیم، اگه خوش باشی پیشه نکنیم، اگر دوستی ها رو پاسداری نکنیم، این و هر کدوممون بریم اندیشه گنج رو در دل خودمون دراز کنیم و فکر این رو بکنیم که کلاهی به دست بیاریم و تختی به دست بیاریم و موقعیتی، همی گشت باید سوی خاک باز. آخرش همینه، آخرش اینه که ما باید بگذاریم و بریم. اگر هست از این چرخ، اگر هست از این چرخ را آگهی. ببینه اینجا اون رب و نوع به اصطلاح چرخ که گفتم پرسونوفیکاسیون در واقع فردوسی است، داره حالا میگه که این یا مطلع از کاری که داره میکنه، یعنی این چرخ یا آمدانه و آگاهانه داره این بلاها رو سر ما میاره،
میگه اگر هست از این چرخ را آگهی، همانا که گشته است مغزش تهی. که این اگر آگهی داره داره این کار را میکنه، دانسته داره این بلاها را سر ما میاره، که چرخ بیشعور و بدتینت و شریست، چرخ خیری نیست. چنان دان که از این گردش آگاه نیست، ز چرخ بر این بگذری راه نیست. میگه اینجوری نیست، اونم اسیر همین چرخه هست، اون هم نمیدونه که داره چه کار میکنه. مثل یک آسیای گندهی که ما گندم ریختیم، حالا یه مورچه ایرم قاطی این گندم ها له میکنه، آسیا که خبر نداره که چی داره له میکنه، اون داره له میکنه، حالا یه مورچه هم اون وسط له میشه. میگه که چنان دان که از این گردش آگاه نیست، اون نمیدونه خودش. این تعبیر خیام هست که میگه که چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. میگه که خود این چرخ اصلا هم در واقع یه گردش ناآگاهانه ای داره، ز چرخ بر این بگذری راه نیست. این حالا یعنی چی؟ این برمیگرد به همون چیزی که فردوسی توی دیباچه گفت اگر یادتون باشه، که میگه خیلی خب حالا میخوای بگیم اگر چرخ را آگهی نیست، یه کس دیگری از این آگهی داره دیگه، یه نیروی فوق این چرخ هست که آگهی داره از این عمل، و ما میتونیم یقه اونو بگیریم بگیم خدایا، یا حالا پروردگار، یا ایزد، یا هرچی، اهورامزدا، هرچی، یقه اون رو بگیریم و بگیم چرا این کار میکنی، چرا این سهراب رو جلوی من اینجوری به خاک میندازی. میگه ما متاسفانه نمیتونیم از این چرخ بالاتر بریم، و فهم ما تا اونجای کار میکنه که گردش این چرخه، و قبل از اون رو راه نیست. ببینه ز چرخ برین بگذری راه نیست، و من دیگه یقه کسی دیگر رو بالاتر و گنده تر از چرخ نمیتونم بگیرم. بدین رفتن اکنون بباید گریست. عذر میخوام آقا، خواهش میکنم. آخر داستان اسکندر، خود فردوسی وقتی که پیر شده و تمام موش سفید شده، خمیده شده و عرض شود که دندوناش میرزه و اینا، خودش گلایه میکنه از چرخ برین، میگه من از تو گله دارم، شکایت دارم، موقعی که من جوان بودم دربرم بودی، کنارم بودی، حالا که پیر شدم چرا اینجوری کردی، منو رها کردی، از من داری میگذری. بعد اونجا چرخ برین بهش پاسخ میده که بابا این کاری که من دارم میکنم، منم بنده کسی دیگه هستم، منم تقصیری ندارم، هر کاری من میکنم کسی دیگه به من فرمان میده که این کارا رو بکنم، بنابراین از من گله نکن. فردوسی میگه که اگر من یک روزی رفتم اون دنیا، از تو گلگی میکنم پیش خداوند. اون میگه بابا من کاری نیستم که، همه اینا رو اون به من فرمان میده که این کارا رو بکنم. دقیقا هم مضمون میبینیم اینجا دوباره داره تکرار میشه تو نگاه فردوسی، و فردوسی اصلا اصولا قائل هست به این که به اصطلاح بزرگترین جایی که ما میتونیم و ابزاری که در اختیار داریم و میتونیم حیطه‌ای تسلطی داشته باشیم خرد هست، و از یک جای بالاتر ما دیگه نمیتونیم عبور بکنیم و بریم و پرسجو بکنیم، مگر اینکه به قول حالا آقای ریاضی میگن در آخر داستان اسکندر، میگه مگر اینکه من برسم به اونجا و بتونم بپرسم، وگرنه دیگه از یه حدی به بعد محلی برای گفتگو و پرسش نیست. میگه بدین رفتن اکنون بباید گریست، ندانم که کارش به فرجام چیست. میگه اجالتاً که بدین رفتن یعنی به رفتار چرخ بلند، بدین رفتن یعنی به این حرکت، به این چرخیدن، به باید گریست. اجالتاً که خیلی داره روزگار برای ما بد میگذره و بد میچرخه و تحریم پشت تحریم و نمیدونم سهراب کشی پشت سهراب کشی، و بدین رفتن اکنون به باید گریست، ندانم که کارش به فرجام چیست. امیدوارم یه روزی خوب بشه. رستم چون این گفت کاووس کی، که از کوه البرز تا برگ نی، همی رفت خواهد به گردش سپهر،
نباید فکندن بدین خاک مهر. و کاووس میگه که هم کوه رو و هم یه به قول ما کرمونیا هل پیتی، یعنی یه هل پوکی، یا به قول به تعبیری که فردوسی اینجا به کار میبره یه برگ نی، اینها همه رو چرخ میاد و با خودش میروفه و میبره. و این فقط موقوف فرزند تو که نیست، که این فقط موقوف رستم یا موقوف سهراب که نیست، میگه که همین رفت خواهد به گردش سپهر، نباید فکندن بدین خاک مهر. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. تو دل را بدین رفته خرسند کن، همی گوش سوی خردمند کن. اگر آسمان بر زمین برزنی، بپری و آب آتش کنی، نیاری همان رفته را باز جای، روانش کهن شد به دیگر سرا. میگه تو فکر کن که اون دیگه الان در اون دنیا جا افتاد و روانش کهن شد، دیگه فرض کن اون دیگه تازه وارد او دنیا نیست و آب هم از آب تکون نمیخوره و دیری نخواهد گذشت که دیگه. من از دور دیدم بر یال او، چنان برز بالا کوپال او. زمانه برانگیختش با سپاه، که ایدر به دست تو گردد تباه. چه سازی و درمان این کار چیست؟ بر این گونه تا چند خواهی گریست؟ چون این گفت رستم که او خود گذشت، نشسته است هومان بر این پهندشت. ز توران سرانن ز چین، از ایشان به دلور مداریچ چین. اینجا رستم خواست که وصیت سهراب رو عمل کنه و گفت که حالا اون که گذشته و مرده و من بحثی راجع به اون ندارم، ولی خواهشی که از تو دارم ای پادشاه که به بقیه سپاه سهراب آسیبی نرسونی. زواره گزارت سپه را به راه، گفت به شاه گفت من دستور دادم به برادرم که بره و سپاه رو راهنمایی کنه از مرز خارج بشن. به نیروی یزدان و فرمان شاه، بدو گفت شاه ای گوه نامجوی. تو راز این نشان انده آمد بروی. اینجا به نظر من علامت سوال لازم داره که جدی جدی تو چی فکر کردی در مورد من؟ تو ناراحتی فکر میکنی که من الان میرم سپاه سهراب رو لطوپار میکنم؟ الان میفهمم که الان اینجا دو تا نقطه گذاشته، به دو گفت شاه، اینجا از وضع خارجش کرده به طور یقین، به خاطر اینکه الان این هی باید به اون بچسبه. بدو گفت شاه هی، دو نقطه که میذاره فاصله ایجاد میشه و این هی که اینجا هست، این زیر هست، این هی تلفظ میشه. وقتی که هی تلفظ میشه از وضع خارج میشه. بله. تو راز این نشان انده آمد به روی، گریشان به من چند بد کرده اند، وگر دود از ایران برآورده اند. دل من برده تو از ایشان خواهم همی یاد کرد. من الان قصه تو رو اونا رو براند، به ایران خرامید رستم بماند. بدان تا زواره بیاید ز راه، بدو آگهی آورد زان سپاه. پس آن گه سوی زاولستان کشید، چاهی این به دستان. همه سیستان پیش باز آمدند، به درد و رنج دراز آمدند. چو تابوت را دید دستان سام، فرود آمد از اسب زرین لگام. همتن پیاده همی رفت پیش، دریده بر او جامه کرده ریش. گشادند گردان سراسر کمر، همه پیش خواب. چو آمد تهمتن خروشید و تابوت بنهاد پیش. از اون میخ برکند و بکشاد سر،
کفن زو جدا کرد پیش پدر، تنش را بدان نامداران نمود. تو گفتی کاخ برخاست دود، مهان جهان به ابر اندر آمد سر گرد و خاک. همه کاخ تابوت بود سر به سر، غنوده به صندوق در شیر نر. تو گفتی که سام است با یال و سفت، غمی شد ز جنگ اندر آمد بخفت. و اگر کسی نمیدونست فکر میکرد که این تابوت نیست، این تخت خوابه و سام الان از جنگ برگشته و خسته شده. غمی شد یعنی خسته شد و خسته شده و گرفته خوابیده. بپوشید بازش به دیبای زرد، سر تنگ تابوت را سخت کرد. همی گفت اگر دخمه زرین کنم، ز مشک سیه گردش آگین کنم. چون من رفته باشم نماند به جایی، وگرنه مرا خود همین است رای. یکی دخمه کردش ز سم ستور، جهانی به زاری همی گشت کور. این یکی دخمه کردش ز سم ستور از اون ابیاتی است که محل مناقشه است از آقای مجتبی مینوی. شما بگیرید تا مرحوم عبدالحسین نوشین، بگیرید تا خالقی، شفیعی، شفیع کدکنی، تا دیگران نظریاتی در این مورد دادن و آراء زیادی نوشتن، مطالب زیادی نوشتن راجع به این. اگر تو پاورقی نگاه بکنید، تو ترجمه بنداری گفته و دفنو و بنو علیه تربت من حوافر الخیل، یعنی یکی دخمه کردش سم ستور، و حوافر الخیل یعنی سم اسبان، یعنی دفن کردن اون رو و بنا کردن برای او تربتی از حوافر الخیل، از سم اسبها. و این ترجمه هست که مثلا آیه شفیع کدکنی میگه که چون بنداری 800 سال پیش زندگی میکرده و خیلی به فردوسی نزدیکتر از ما هست، بنابراین اون بهتر میفهمیده که یکی دخمه کرده از سم ستور یعنی چی. چون بعضی ها از جمله آقای مجتبی مینوی میگه که سم به معنی به حساب زاغه هست، به معنی آشیانه های روستایی و چوپانی هست که در بیابان ها میکندن و جانوران رو، گوسفندا رو، خر و اسبا و گاوا و اینها رو میبردن داخلی. در کرمون ما میکوتسوم، کوتسوم یعنی کوت یعنی سوراخ، سوم هم باز یعنی سوراخ، یعنی حفره. و در تهران سوراخ سنبه، این سنبه با همون سم میاد، به معنی که در عربی هم در واقع سم به معنی سوراخ دیگه، در قرآن هم هست سم الخیات یعنی سوراخ سوزن، و در فارسی هم سنب به معنی سنبیدن به معنی سوراخ کردن وجود داشته. حالا این احتمالاً اینا با ریشه مشترکی هم داشته باشن، یعنی یا از فارسی وارد عرب شده در زمانهای کهن قبل از اسلام، یا از عربی به فارسی شده. ولی به هر حال در هر دو تا زبان این شکل کلمه وجود داره. و بنابراین حالا این سوال پیش میاد که یکی اگه هر کدوم از اینها رو بگیریم، یعنی بگیریم یکی دخمه کرده از سم ستور، یعنی اومدن و برای او دخمه رو کردن از که اونجا خاکش بکنن و اون دخمه رو از سوم اسبا درست کردن، حالا این چه معنی میده؟ و اگر بگیم که اون رو دخمه کردن که از که در یه گودالی که چارپایان رو میذارن و یه در یه زاغه گذاشتن، این چه معنی میده؟ اونهایی که طرفدار این نظرن که این رو از سهراب رو، خاک سهراب رو، مقبره سهراب رو از سوم ستور درست کردن،
جالبترین نظر رو خود همین آقای خالقی مطلق داره توی یه مطلبی که نوشته یه جا، به نظرم یه بار صحبت هم کرده راجبش. میگه که در قدیم سم اسب در بین آریاییان سم اسب مقدس بود و به اصطلاح آدم ها رو با چیزهای مقدس خودشون خاک میکردن و میگه احتمالاً سهراب رو با طلا درش بیمناک بوده از اینکه اگر اون رو با طلا و جواهر خاک کنی میان قبرش خراب میکنن و طلا و جواهر برمیدارن و به مقبره آسیب میرسونن، ولی با سم به اصطلاح اسب خاک کردن که هم مقدس باشه و هم همراه سهراب باشه. و میگه که این به صورت احتمالاً یه قصه بوده تا در زمان فردوسی به این شکل تغییر کرد. راستش بخواین این چیزی که آقای خالقی مطلق میگن خیلی به نظر من پذیرفتنی نیست، من خیلی راحت نمیتونم قبولش کنم. ضمن این که آقای خالقی مطلق باز میگن که یک عکسایی دریافت کردن از کسانی، مطالبی شنیدن از کسانی و دریافت مناره هایی در جای از شاخ ساخته میشه و در جوانی که قبیل شکارچی یاد بودن مثل همین خاندان رستم که اینها زندگیشون یه بخش بزرگیش از راه شکار میگشته، در واقع شاخ، نگهداری شاخ و سم یه کاربردهایی داشته از جمله در بناها که از اینها هم به عنوان تزیین هم بنای برای محکم کاری استفاده میکرد. اینها هم باز دوباره برای من قابل قبول نیست، ولی اون نظریه آقای مینوی برای من قابل قبوله، چون آقای فردوسی در یک جای دیگری در داستان اصلا کلمه سم رو به کار برد و گفت فرشیدورد در باغش سمهایی داشت که در اونها خم گذاشته بود و در اون خمها کلی چیزو میز قایم کرده بود و اینها. و یه مقاله نوشته آقای دکتر شایگانفر که ایشون استاد دانشگاه آزاد در تهران، ایشون یه مقاله نوشته و میگه که یه نظری داره، به نظرم نظر ایشون خوب میاد و اون اینه که میگه رستم میدونست که سهراب دشمنه و دشمن رو نباید جوری خاک کنن که جلال و شکوهی داشته باشه، و اون اومده بود که ایران رو ویران کنه، اومده بود که حکومت رو خلع بکنه و در همین جنگی که با رستم هم در پیش داشت، اگرچه با رستم جوان مردی کرد ولی از سپاهیان ایران کسان زیادی رو کشته بود و دژ سپید رو گرفته بود و به شاه ایران توهین کرده بود. بنابراین رستم میدونست که او اگر از قبر او یک جای بزرگی بسازه یا مقبره با شکوهی بسازه این رو ویران میکنن. بنابراین تصمیم گرفت که او رو مخفیانه خاک بکنن و گورش رو گم کنن. همین اصطلاح گوری که گم شده یا برو گورتو گم کنم از همین میاد، یعنی برو و در واقع محو بشو و دیگه به هیچ وجه پیدات نشه. و رستم ببینن میگه که بذارن دوباره بخونم، میگه که همین گفت اگر دخمه زرین کنم، زمشک سیاه گردش آگین کنم، اگر از او یک زیارتگاهی بسازم، چون من رفته باشم نماند به جایی. کسی تحمل میکنه، من اگر پاسداری نکنم از او نابودش میکنم، وگرنه مرا خود همین است رای، وگرنه من واقعا دلم میخواد که چنین بکنم، واقعا دلم میخواد که از مزار او یک مزار با شکوهی بسازم، یکی دخمه کردش ز سم سطور، جهانی به زاری همی گشت کور، اگر این مقدس بود جهانی به زاری کور نمیشدن. اتفاقا مردم ناراحت بودند، کسانی که سهراب رو دیده بودند، کسانی که رستم رو میشناختند، کسانی که عاشق رستم بودند
ناراحت بودن که چرا باید فرزندش رو اینجوری با حالت مخفیانه و در یک شرایط بسیار بدی خاک کنه. بعد در ادامه نها کنه میگه چنین گفت بهرام نیکو سخن که با مردگان آشنایی مکن. این که با مردگان آشنایی مکنم باز همین معنی رو میده، یعنی کسی که در واقع بهتره که فاصله بگیری از مرده، از مرده دور بشی و مرده رو رها بکنی. باز دوباره به کنایه اشاره به این هست که رستم میخواد که فاصله بگیره از ماجرای سهراب و قصه سهراب در واقع یک بخشی از تراژیک بودنش و تلخ بودنش این هست که گور او هم حتی باید مخفی باشه. آقا در مورد سیاوش هم همین اتفاق افتاد که افراسیاب سیاوش رو به خاطر اینکه بعد از کشتنش بزرگ نشه و به صورت به اصطلاح معبدی چیزی نشه یه تشتی میارن و سرش رو اونجا میبرن که به اصطلاح گورش هم گم و گور میکنن، ولی از توی تشت خونی ریخته میشه، از اون درختی به وجود میاد که به اصطلاح عبادتگاه دیگران میشه. بله بله، این هنوز هم هست. ببینن یعنی در واقع شما آخرینش که ما بیاد داریم در مورد بن لادن بود، یادتون باشه وقتی که بن لادن رو کشتن جسدش رو رفتن انداختن توی اقیانوس و نشون دادن اصلا عمدن که در واقع جنازه توسط کوسه ها و اینها خورده شد و هیچ جایی نیست که حالا اون بره. حالا ببینه فردوسی خودش به نظر من این گم شدن گور یک سهراب رو در زندگی تجربه کرده، یعنی امیرک منصور پسر عبدالرزاق برای فردوسی به نظر من کم از سهراب نیست، یعنی که میگه که به اصطلاح مردم کشان اون رو بردن و قبرش معلوم نیست و زنده و مرده بودنش معلوم نیست. او در زندان بلخ کشته شد و فردوسی در مقدمه شاهنامه از او به بزرگی یاد میکنه و میگه که من شاهنامه خودم رو مدیون او هستم. درست اتفاقا قبل از اینکه نامی از سلطان محمود ببره، بعد از اینکه ذکر خیری از دقیقی میکنه، اون هم البته یه مقدار با اکراه ذکر خیری از دقیقی میکنه و بعد میگه که خوی بدش با او یار بود و اینها که اگه یادتون باشه، بعدش میرسه به عبدالرزاق و میگه کتابی در دست عبدالرزاق بود و من دلم میخواست این کتاب رو داشته باشم و جوانی پیدا شد و آمد و من گفت که این کتاب رو برات تهیه میکنم مبادا که این رو بغنوی اگر این کتاب رو دریافت کردی. و اون آمد و تا وقتی که او زنده بود من نیازی به کسی نداشتم و زندگی من رو تأمین میکرد و بعد اون رو نهنگان مردم کشان بردن و در زندانها سر به نیست کردن و من نمیدونم او الان زنده هست یا نیست و من شاهنامه رو مدیون او هستم. خب اینه خود فردوسی تجربه کرده گم شدن گور یک انسانی رو که فردوسی هم اینقدر دوستش داشته و خب در یک جنگ وطن پرستانه هم ایشون زندانی میشه و تا حدی شخصیت سهراب میتونه با او تطبیق بکنه. بنابراین از نظر احساسی هم برای فردوسی این معنی داره که بگه که رستم نمیتونست فرزندش رو با جلال و شکوه و تجلیل خاک بکنه و برای اون یه ذریحی بسازه و برای اون یک فضایی بسازه که بتونه خودش حداقل بره اونجا بشینه و یادی بکنه از سهراب. بنابراین من فکر میکنم این ترجمه غلط آقای بنداری توی 200 سال پس از شاهنامه باعث شده که حوافر الخیل بیفته توی ذهن آدم ها و فکر کنن که سم سطور در واقع یعنی سم سطور واقعا و اون وقت اون داستان پردازی ها رو بکنن که حالا چرا با سم بیایم مقبره بسازیم و اینها، که واقعا به نظر من
داستانه و من حداقل من نمیپذیرم، نمیتونم قبول بکنم که رستم دستور داده با سم اسب یا خر و گور خر و اینها بیان قبر درست کنن برای پسرش. خب تازه از ترس این که بیان طلا جواهرا رو ببرن. اگر اینجوری باشه که خب پس هیچ قبری نباید با شکوه می بوده، در صورتی که همون موقع کلی قبر مهم بوده و خب این قبرم یکی از اون قبرا. و توصیه میکنم که مقاله آقای شایگانفر رو، حمید رضا شایگانفر رو سرچ بکنن، توی اینترنت هست، میتونن مطالعه کنن. خب چون این گفت بهرام نیکو سخن که با مردگان آشنایی مکن. بهرام نیکو سخن کیه حالا؟ اصلا ما هیچ باز راهنمایی نداریم که بهرام نیکو سخن کی هست. سه تا به اصطلاح احتمال میتونه وجود داشته باشه. یکیش برادر پیران ویسه باشه این بهرام که حالا نکته‌ای گفته و به گوش رستم رسیده. چون بقیه بهراما زیادن، ولی بهرامی که در اون موقع برای رستم معنیدار میتونسته باشه این بوده، یا این که یکی از پهلوانهای یادتونه یه داستانی بود که 10 نفر رفته بودن، چرا رفته بودن برای چیز شکارگاه که افراسیاب متوجه شد، یکی از اونها اسمش بهرام از پسران گودرز هست. حالا اون بهرام یه همچه حرفی زده که باز اون هم هر دوی اینها خیلی بعید است. من فکر میکنم اینجا فردوسی در واقع داره از متن خارج میشه و منظورش از بهرام نیکو سخن سومین بهرام هست، یعنی بهرام پدر شاهوی خورشید، کسی که ذکر خیرش در همون مقدمه شاهنامه منصور عبدالرزاق آورده شده و باز دوباره این یک شاهدی هست برای اینکه فردوسی ذهنش از نظر تداعی معانی رفته سراغ امیرک منصور پسر عبدالرزاق. به هر حال یکی از کسانی که ابو منصور عبدالرزاق سپهسالار طوس، سپهسالار سامانیان بوده، ایشون 4 نفر رو که نام برده در اون کتاب که اینها آمدن و قصه ها رو جمع آوری کردن و من اونها رو دستور دادم به نثر بنویسن و اون کتاب شاهنامه منصور درست شده که فردوسی هم در به در دنبال اون شاهنامه بوده برای تدوین اثرش. و خب اون آدم ها آدم های خیلی مهمی بودن برای سیستم به اصطلاح فرهنگی اون زمان که اینها مرجع بودن و سخنشون قابل اعتنا بوده. یکی از اونا فرزند فردیست به نام بهرام و حالا ممکن است که این سخن یادگار اون بهرام باشه که گفته با مردگان آشنایی مکن. چیزی که جالبه و طنز تلخ تاریخ هست این هست که لغت بهرام از نظر ریشه، که من مطمئنم نیستم که فردوسی این ریشه رو میدونسته، به معنی قاتل دشمنه. خود لغت بهرام، چون بهرام طبق به اصطلاح بررسی که شده از 2 تا بخش تشکیل میشه، یکی به معنی ابر سیاه هست و یکی قسمتش به معنی کشنده است، نابود کننده است. و ابر سیاه از نظر ایرانیان دشمن، بزرگترین دشمن یا نماد دو، چون میومده جلوی خورشید رو و جلوی نور رو میگرفته و قاتل ابر سیاه یا برکنار کننده و برطرف کننده ابر سیاه به معنی در واقع در لغت میشده بهرام. و حالا اگر این واقعا معنی هم درست باشه، به شدت عناصر ظاهری و باطنی در هم یه در هم تنیدگی عجیب و رمزآلودی پیدا میکنن و من بعید میدونم که فردوسی ذهنش داخل در این رمزها بوده، ولی به هر حال شگفتی اینه که این روابط اینجا وجود داره. یعنی بهرام به معنی قاتل دشمن است و
بهرام پدر یکی از اون کسانی است که شاهنامه منصور عبدالرزاق رو تدوین کرده به فارسی. و قصه این که کسی که دشمن رو کشته نمیتونه توقع داشته باشه که با دشمن حالا رفتار خیلی خوبی بشه و آدم ها بیان جنازش رو تبدیل به تقدسگاه بکنن و اجازه بدن که تو ازش ذریح بسازی و اینها، همه این عوامل به شکل رمزآلودی در تای این داستان کنار هم جمع شده که برای من شگفت آوره. عذر میخوام آقا مهران، این بهرامو که فرمودین ابر سیاه و یه حالت بدی هم داره، یکی از خدایان بد قدیما هم بوده، به خاطری که آریایی ها خدایان زیادی داشتن، خدایانی داشتن که از طبیعتی که ماورای طبیعت بوده و دست انسان دسترسی به نیروی اونا نداشته از اون استفاده میکردن به عنوان خدایان. مثلا روز روشن یکی از خدایانشون بوده، یا باران یکی دیگه از خدایانشون بوده، و خدایان بدی هم داشتن که ابر سیاه یکی از خدایان بد بوده. چرا؟ به خاطر اینکه جلوی باران رو میگرفته، و رعد و برق یکی از خدایان خوب بوده برای اینکه با رعد خودش میزده به دل ابر سیاه و خدای بد رو میکشته تا بارون ازش ساطع بشه. بنابراین بهرام یکی از خدایان، ابر سیاه یکی از خدایان بد بوده. بله خب زرتشت بله میگه نه ایدر همی ماند خواهی دراز، بسیجیده باش و درنگی مساز. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نایه باید پسر. چون این است و رازش نیاید پدید، نیابی به خیره چه جویی کلید. و اشاره باز دوباره فردوسی به پنهان بودن رازی میکنه. خب البته صورت ظاهر معنیش اینه که راز روزگار، راز زمانه، راز تدبیر ملکی که زمانه میکنه و چرخ گردشی که داره بر تو آشکار نمیشه. ولی باز این که باز به نظر میرسه در دل فردوسی هم شاید یه چیزی بوده که در واقع چیزی رو اینجا پنهان کرده که میگه چون این است و رازش نیاید پدید، نیابی به خیره چه جویی کلید. یکی داستان است پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. و اینجا بخش به اصطلاح رستم سهراب تمام میشه با این بیت. البته در بعضی از نسخه ها یک قسمتی هم اضافه شده بر این که آگاهی یافتن مادر سهراب از مرگ سهراب، که حالا اون چون که در نسخه آقای خانلری جزء متن اصلی نیست و ما مبنامون الان بر نسخه خانلری نسخه آقای خالقی هست، اون رو مثل بقیه پاورقی ها نمیخونیم. اون رو هم البته خب خیلی سوزناک خبر رو که به اصطلاح به تهمینه میبرن و میرسونن. به هر حال در نسخه ای که ما در دست داریم و مبنا قرار دادیم با این بیت کار ما تمام میشه. یکی داستان است پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. و من جا داره از همه تون تشکر بکنم که حوصله کردین و صبر کردین تا این که این تراژدی غمناک هم به هر حال به پایان رسید.